خامنه ای روز یکشنبه به صحنه آمد و ضمن التماس از عناصر نظام برای شرکت در انتخابات ادعا کرد که تا حالا تخلف انتخاباتی در درون نظام وجود نداشته. از طرف دیگه هم امام جمعه های حکومتی مدام نسبت به کسادی نمایش انتخابات ابراز نگرانی میکنند. در همین حال مواضع ضد و نقیضی در میان باند اصلاحاتچی بر سر شرکت یا عدم شرکت در انتخابات وجود دارد. عناصری هم که برای حفظ نظام تلاش میکنند خامنه ای رو نصیحت کنند، سرنوشتشون به زندان ختم میشه. برای بررسی وضعیت درون رژیم بر آستانه نمایش انتخابات همراه هستیم با آقای بهروز پرتوبی، تحلیلگر امور سیاسی. آقای پرتوبی سلام میکنم بهتون، خیلی خوش اومدیم به برنامه. خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی عرض ادب و احترام دارم. متشکرم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. درود بر شما. اگه بشه به ما توضیح بدین که این تحولاتی که ما الان در درون رژیم شاهدش هستیم چی رو به ما نشون میده و چی باید ازش فهمید؟ چون واقعا این میزان از ابراز نگرانی نسبت به سالهای گذشته تقریبا بی سابقه است و اقداماتی که رژیم داره میکنه برای تبلیغ و دعوت به مشارکت هم بی سابقه است. بله دقیقاً عرض کنم حضورتون، برای اینکه بشه جواب سوال رو با دقت و امانتداری کامل داد باید برگردیم به صحبت‌های قبل از انتخابات همین مجلسی که الان سر کار هست در بهمن، دی بهمن و اسفند سال 1398. داخل پرانتز اینو خدمت شما بینندگان عرض بکنم که همون موقع وقتی بود که کرونا به ایران آمده بود، همین خامنه‌ای جلاد برای برگزاری این نمایش مفتضح انتخابات مجلس اومد سر رو این سرپوش گذاشت، منکرش شد، اینو قائم کاری کردن، هیچ جا اینو انتشار ندادن، برای اینکه اون موقع اگه یادتون باشه خامنه ای صحبت از مجلس انقلابی و دولت جوان حزب اللهی میکرد. بنابراین خامنه ای یک پروژه‌ای رو به طور واقعی از انتخابات ریاست جمهوری 1396 شروع کرده بود. این پروژه از اونجا شروع شد که قبل از اون در سال 1392 در واقع جلیلی رو میخواست سر کار بیاره که همون موقع واقعا جامعه ناراضی و در حال انفجار ایران رو همین مقاومت ایران به خوبی توضیح میداد. در تحلیل های مقاومت ایران کاملا مشهود بود که آقا طوفان های متعددی در این مملکت ما در راهه و این ملت ستم دیده بیشتر از این ستم و ظلم آخوندی رو قبول نخواهد کرد، که ملت اومده بودن توی خیابون‌ها. حالا چون خامنه‌ای مشخصا طرفدار جلیلی بود، مردم اومدن توی خیابون‌ها و من قشنگ یادمه یه شعار میدادن میگفتن بدون هیچ دلیلی خاک بر سر جلیلی. اونجا شکست خورد و دیدیم که آخوند بنفش رو مجبور شد سر کار بیاره، منتصبش بکنه. ولی در سال 96 به طور واقعی اومد خیز برداشت که جلاد 67 رو سر کار بیاره، که همون موقع یک شعاری رو که مقاومت سراسری ایران مطرح کرد واقعا به یک شعار اجتماعی و عمومی تبدیل شد، در سراسر کشور به قول دوستان میگن پا در آورد و در هر کوی و برزنی تکرار میکردن نه شیاد نه جلاد. شیاد در واقع روحانی بود و جلاد همین رئیسی. بنابراین اونجا باز هم خامنه ای موفق نشد اون کاری رو که میخواست بکنه. منتها در اسفند سال 1398 با توجه به اشاعه هر روز بیشتر کرونا، با توجه به خطر کرونا، منتها این ولی فقیه جلاد و آدم کش با فرستادن بیش از 500,000 نفر از هموطنان ما به پوره کرونا منکر شد و این افتضاح انتخاباتی مجلس رو انتخابات مجلس را انداخت و در واقع برای اولین بار یک مجلس پاسدار آخوندی و تماما سرسپرتگان 100% خام بیت عنکبوت رو سر کار آورد. بنابراین و بعد از اون در خرداد 1400 با پرداخت هزینه گزافی از آن جمله جراحی کردن نصف بدنه نظام پوسیده خودش اومد جلاد 67 رو هم سر کار آورد. بنابراین مهره هایی رو که چید و تلاشی رو که کرد و تمام هزینه های سنگین سیاسی که پرداخت کرد به این منجر شد که همین مجلس و این
جلاد 67 رو سر کار آورد. چرا؟ چون ایشون اون موقع ادعای مجلس انقلابی و دولت جوان حزب اللهی رو داشت. حالا در جواب مشخص سوال شما، به طور واقعی اول باید این نکته رو روش انگوش گذاشت که خامنه ای در پروژه یک دستازی قدرت شکست کامل خورد. موفق نشد قدرت رو یک دست بکنه. و در جواب سوال شما، تشتتی که الان در تمام بدنه پوسیده نظام داریم میبینیم، هر کسی سازی میزنه، مثلا همین هدایت الله خادمی که خودش عضو مجلس ارتجاعه، میاد میگه از من شورای نگهبان از من 120 هزار دلار پول خواسته برای اینکه در لیست منو نگه دارن و من در لیست شورای نگهبان باشم، همین خودش گویای واقعا آینه تمام قدنمای وضعیت متشتت نظام پوسیده است. و از آن جمله با توجه به اینکه این شکست کامل برای یک دستازی قدرت به خامنه ای تحمیل شده که بخشاً ناشی از نظام پوسیده است، بخشاً ناشی از جنبش‌های متعدد و مختلف اجتماعی، فشاری که از پایین برای این حکومت داره میاد، قاعدتاً حکمن و در طول تمام تاریخ همینطوری بوده، در بالا تشتت و شکاف به وجود میاره و این وضعیتیه که ما الان پیش روی خودمون داریم میبینیم. مضافاً بر این که در این روزها هک کردن سایت مجلس و افشای تمام فساد، حقوقهای نجومی، فکرشو بکنید حقوق 250 میلیون تومانی برای نماینده‌ای که اونجا فقط میشینه چرت میزنه و کوچکترین کاری برای ملت نمیکنه، در واقع یکی از لانه های فساد حکومتیه. برای همینم هم هست این دفعه خامنه ای خیز برداشته که در واقع خالص سازی بکنه، میخواد حکومت خالصی رو داشته باشه. چرا؟ چون پروژه قبلیش با شکست کامل روبرو شد. بله، تو جلسه امروزش جالب بود که میگفتش که اونجوری که دشمنا میگن من شاهد تخلف نبودم، الان از کی براش مهم شده که دشمنا چی میگن؟ این خودش خیلی جای تأمل داره. صحبت‌های محسن رضایی رو بشنویم، بعد من سوالمو بپرسم. خواهش می‌کنم. موقعی است که ما از همه بخوایم، به هر کی میخواد رأی بدید رأی بدید، ولی واقعا بیاید توی صحنه، مردم عزیزمون بیاید توی صحنه و حضور پیدا کنید، رأی بدید. این رأیی که مردم این بار به جمهوری اسلامی و به نمایندگان مجلس و خبرگان رأی میدن، این دو تا منفعت داره، یکی برای داخل کشور، اداره داخل کشور، یکی هم در رابطه با جایگاه بین المللی ایران فوق العاده این مشارکت مردم موثر است. خب صحبت‌های رضایی شنیدیم، مثل اینکه کاظم صدیقی هم که هر از گاهی امام جمعهش میکنن توی تهران گفته که در واقع از نقل از اطرافیان خودش میگه به من میگن آقا چه انتخاباتی، چرا ما در انتخابات شرکت کنیم؟ خب این تنها این کاظم صدیقی هم نبود و ما بسیاری میشنویم از این جور ابراز نگرانی ها. خب سوال اینه که اینا که رأی سازی میکنن و اتاق تجمیع آراشون رو دارن، این همه تلاش برای چیه؟ تا حد که میخوان یک آمار بالایی حماسه حضور رو بالاخره اعلام کنن، این ابراز نگرانی ها برای چیه؟ حقیقتاً اول به صحبت‌های خامنه‌ای من یه اشاره کوتاهی داشته باشم. اینه که گفته من هیچ تخلفی در انتخابات ندیدم و صحبت‌هایی که در حضور افرادی که مربوط به نیروهای نمیدونم آذربایجان شرقی بودن، اینا در یک جلسه، همین جلسه ای که در تصویر داری میشینه صحبت میکنه، حقیقتاً باید گفت که اولا که خامنه ای واقعا یکی از شاگردهای مکتب دجالیت خمینی و گوربگوره، دوما تاریخ دیکتاتورهای زیادی به خودش دیده و دیکتاتورها اساساً دروغگو، فاسد، آدمکش و بیشرم هستن، ولی به نظر من خامنه ای گوی سبقت رو از تمام دیکتاتورهای دیگه واقعا در طول تاریخ ربوده. در جایی که تمام کشور از افشاگری گروه قیام تا سرنگونی و مدارکی که در این لانه فسادی که ایشون مجلس انقلابی اسمشو میذاره همه جا رو فرا گرفته، میاد و چنین صحبتهای چنین ادعایی میکنه، در جایی که همه مردم ایران میدونن که اتاق تجمیع آرا هست، نمیدونم صندوق‌های مخصوص از شناسنامه‌های باطله هست و هزار و یک نوع فساد آخوندی که اینها
به کار میبرن برای این نمایش‌های انتخابات. ضمن اینکه همونطور که در برنامه قبلی سه‌شنبه گذشته خدمت شما بینندگان عرض کردم، واقعا با انتخابات، با دی ان آ، با گروه خون ولایت مطلقه فقیه مطلقا جور در نمیاد. اصلا این دوتا با همدیگه در تضاد کامل هستن. خامنه ای اگه راست میگه، اگه واقعا انتخابات ها هیچ تخلفی درش نبوده، خب آقا مثل سایر کشورها اجازه بده یه گروه بین المللی بیا ناظر سلامتی انتخابات باشن. تو که تا این درجه اطمینان داری، تو که میای با وقاحت کامل در مقابل 90 میلیون انسان ستم دیده در این مملکت دروغ داری میگی، اجازه بده یک گروه ناظران بین المللی بر انتخابات بیان. این یه چیزی مسبوق به سابقه است، در تمام کشورهای دنیا صورت میگیره و همیشه مهر اینها، مهر سلامت انتخابات یا غیر سالم بودن انتخابات های مختلف در دنیا در طول تاریخ تونسته ثابت بکنه. بنابراین اگه تو راست میگی، چرا حذف میکنی؟ چرا ده ها فیلتر میذاری؟ که حالا معلوم شد با صحبت های هدایت الله خادمی، مجلس نماینده خود همین مجلس انقلابی خامنه ای، ثابت شد که نخیر آقا، جدا از این فیلترهایی که گذاشتین، صحبت سر 120 هزار دلار فقط برای حضور در لیستیه که قرار از فیلترهای دیگه ای هم بگذره. بنابراین ذهی وقاحت و ذهی بیشرمی. منتها در مورد صحبتهای آخوند صدیقی در نمایش جمعه و همین پاسدار سبزعلی که الان صحبتاشو شما پخش کردی، ببینی از نظر بنده این نمایش مفتضح انتخابات آخوندی دروی یک سکه‌ای هستن که یک طرفش در واقع انتخاباتی در درون نظام داره صورت میگیره، در بدنه نظام داره صورت میگیره، حتی دوربین و میکروفون خود رادیو تلویزیون دولتی و 100% سانسور شده حکومت آخوندی در بین مردم، من در یک کلیپی دیدم، میگرده و هر کسی که میرسه میگه نه من شرکت نمیکنم. حالا جدا از این مسئله، مسئله اصلی اینه که اینا در بدنه نظام یک خالص‌سازی داره میکنه. دلیلش هم همونطور که در جواب سوال اول عرض کردم، شکست مفتضحیه که خامنه‌ای در پروژه‌ای که از سال 1392 شروع کرده بود، این پروژه به طور کامل شکست خورده. نه مجلس انقلابی، نه دولت جوان حزب‌اللهی، هیچ کدوم جواب قیام‌های آتشینی که در سرنوشت این حکومت پوسیده هستش واقعاً نمیده. اون طرف دیگر قضیه هم، اون طرف دیگر سکم همینیه که پاسدار سبزعلی بهش اشاره کرد. اینها چون در درون مردم ایران مشروعیت ندارن و این عدم مشروعیت رو مقاومت سازمان یافته مردم ایران تونسته در ده ها کنفرانس و سمینار به تمام دنیا ثابت بکنه که هیچ کس در ایران این حکومت ضد بشری رو نمیخواد، اینا میخوان با این نمایش در واقع مشروعیت از دست رفته رو، شکل ظاهر و سوریشو بیارن جلوی دوربین ها و نمایش بدن. همون افتضاحی که با فتوشاپ و نمیدونم کلک های الکترونیکی که برای تظاهرات 22 بهمن انجام دادن، لابد یک همچین چیزایی هم در برنامه شون دارن برای مسئله حضور به اصطلاح مردم در پای صندوق های رای، که من واقعا 100% اعتقاد کامل دارم که مردم ایران به پای صندوق رأی حکومت آخوندی نمیرن. رأی مردم ایران سرنگونی رفراندوم نظام از دی 96 تا آبان 98 تا شهریور 1401 رفراندوم واقعی خودشون رو مردم ایران کردن و پژواک صدای قیام‌های آتشین مردم ایران توسط مقاومت سازمان یافته مردم ایران به گوش تمام جهانیان رسید و این یکی از اون بحران‌های لاینحل حکومت آخوندیه. جیغ بنفشی که ولی فقیه ارتجاع میکشه، در کمال وقاحت داره دروغ میگه برای اینه. این مسئله بحران بقاست در واقع. بله بسیار ممنون. خب قاسم بپرسم، در رابطه باندی که خودشون رو اصلاحات چی معرفی میکنن، اینها حرفایی که زد و نقی میزنن، برخی میگن که شرکت نمیکنیم، برخی میگن تنها راه صندوق رای هست، چجوری باید فهمید موازه زد و نقیز اینها رو؟
ببینید این پروژه اصلاحات و این بختک اصلاحات که توسط خاتمی جنایتکار که رئیس جمهور شد بر جنبش آزادی خواهی مردم ایران، بر مبارزات اقشار مختلف و جنبش های مختلف اجتماعی ایران به طور واقعی سایه انداخت، به طور واقعی برای رژیم تونست چند صباحی عمر بیشتری بخره. همین مسئله گفتگوی تمدن‌ها در خارج که خاتمی جنایتکار را انداخت و در داخل آقا ما اصلاحات می‌کنیم، در صورتی که تمام قوه مقننه و تمام قوه مجریه دست اینها بود، نه تنها کوچکترین مشکلی از مردم حل نکردن، بلکه فقر و بیکاری و فساد و اعدام و دستگیری و شکنجه و کشت و کشتار به مراتب بیشتر شد در دوره‌ای که اینها سر کار بودند. جنگ در واقع بر سر قدرت، جنگ بر سر دو نظریه است. نظریه‌ای که معتقده که باید این راه رو رفت برای حفظ نظام، و نظریه‌ای که معتقده نه، ما باید به اعدام‌ها بیشتر ادامه بدیم، تعداد اعدام‌ها رو بالاتر ببریم، بحران رو به خارج از کشور صادر بکنیم، موشک فرانی بکنیم. در واقع مخرج مشترک این دو گروه در یک بدنه کاملا تشکیلاتی به اسم نظام آخوندی، مخرج مشترکشون حفظ نظامه. برای اینها به قول اون خمینی دجال، حفظ نظام از اوجب واجباته. بله. حتی اگه لازم باشه به همدیگه هم فوش بدن، واقعا میدن این کارو میکنن برای اینکه فقط نظام منحوس حفظ بشه. و اینه که آبرو باختگی بخش اصلاحات در میان مردم که با شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، این قضیه دیگه واقعا برای همگان بسیار روشنه و اصلاح طلبان حکومتی به نظر من کوچکترین شانسی ندارن که مجددا بتونن با این ترفندها سر مردم ایران کلاه بذارن. بله، البته در 2 خرداد سال 76 تنها کسی که میگفت این پروژه مردوده و سگ زرد برادر شوالا خب مقاومت ایران بود، ولی الان دیگه کسی نیست که در داخل ایران یا در خارج ایران پروژه اصلاحات رو مردود و باطل اعلام کنه. البته صنعت جدیدی هست که برخی از مقامات حکومتی میان رک و پوسکنده توی تلویزیون یا تو دیدارهای اینترنتی، گفتگوهای اینترنتی میان انتقاد میکنن، از جهت دلسوزی رهنمود میدن، پند و اندرز میدن که چجوری باید جلوی سقوط رو گرفت. در یک نمونش محمد تقی اکبرزاده میاد، اکبر نژاد، که تند و تیز انتقاد میکرد، حتی شخص ولی فقیه رو هم مورد انتقاد قرار میدن، ولی این نفر رو هم دستگیر کردن. هرچند من اینها رو شخصا سوپاپ اطمینان میدونم، ولی چرا دیگه تحمل امثال اکبر نژاد رو هم ندارن اینها؟ دقیقاً. ببینید همونطور که شما به درستی اشاره کردی، من یادم میاد که همون موقع که خیلی ها کلاه سرشون رفته بود یا خیلی ها دوست داشتن این کلاه رو سر خودشون بذارن، مسئله اصلاح پذیری یک نظام قاتل جنایتکار ضد بشر تا بن استخوان فاسد، همون موقع من یادم میاد رهبر مقاومت ایران گفت چی؟ آقا کبوتر افعی کبوتر نمیزاد، نباید سر خودمون کلاه بذاریم. و این به نظر من یک برگ زرینی از تاریخ مبارزات مردم ایران و مخصوصا مواضع شفاف و روشن رهبری صدیق و شریف مقاومت ایرانه، که آقا جان هیچ موقع در هیچ کجای دنیا در هیچ جای تاریخ افعی کبوتر نمیزاد. افعی که نظام آخوندی باشه چطور میتونه کبوتر بذاره؟ چطور میتونه ازش اصلاحات بیرون بیاد؟ الانم اینها با توجه به اینکه تمامی سیاست‌های حکومت آخوندی، چه سیاست خارجی چه سیاست‌های داخلیش، بعد از دیماه 1396 و قیام‌های آتشینی که بعد از آن اومده و یک به یک نظام پوسیده رو واقعا از بیخ و بن لرزونده، تمام عقربه‌ها و تمام قطنماهای حکومت آخوندی در ارتباط با قیام آتشینیه که در سرنوشت این نظام پوسیده هستش. این حکومت به چشم خودش فعالیت‌های کانون‌های شورشی رو می‌بینه، رشد و توسعه کانون‌های شورشی رو می‌بینه. شما نگاه بکنید ببینید با بالا بردن بیش از حد
آمار اعدام ها باز هم حکومت نتونسته کوچکترین فضای رعب و وحشتی در جامعه به وجود بیاره. ما هر روز در جای جای ایران در اقشار مختلف لایه های مختلف اجتماع مشغول مبارزه و مقابله با حکومت ضد بشری هستند. بنابراین مخرج مشترک همه این لایه ها و گروه های مختلف اینه که آقا همه ما توی یک قایق نشستیم، حالا یکی میگه سوراخ این قایق رو با فلان ماده بگیریم، اون یکی میگه نه با فلان کار بکنیم، اون یکی میگه فلان کار رو بکنیم، ولی در واقع تلاش همه اینها جلوگیری از قیامیه که در سرنوشت این حکومت ضد بشریه. چرا؟ چون قیام آینده دیگه نه رضا پهلوی رو داره، نه زینت المجالس رو داره، نه منشور ساختگی مهسا رو داره که بتونن جلوی مردم رو بگیرن. دست حکومت آخوندی خالیه، یک جنبش رادیکال و یک قیام رادیکال در راه، به قول زندیات دکتر هزارخانی، طوفانی که در راه تمام خس و خاشاک چند قرن گذشته میهن عزیز ما رو با خود خواهد برد و آبی زلال و رودخانه زلال در سراسر کشور جاری خواهد شد. ولی بسیار ممنون آقای بهروز پرتوی، کارشناس امور سیاسی، از اینکه در این گفتگو شرکت کردین و این بحث رو به ما منتقل کردین. بسیار ممنون. متشکرم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. شبتون بخیر. شب.